امیر، خوش آمدی به برنامه دیدبان. در روزهای گذشته انتقاداتی بود به مصاحبه‌ای که پخش شد از زانیار مرادی، زندانی کردی که اعدام شده بود. خیلی ها پرسیدن که چرا بی بی سی این مصاحبه رو بعد از اعدام این زندانی پخش کرد؟ این مصاحبه بی بی سی انجام نداده بود. این مصاحبه رو فرشته قاضی، خبرنگار مستقل، انجام داده بود و بعد از این اعدام ها بود که تماس با ما گرفت که یک همچین مصاحبه ای رو انجام داده و داره. و بی بی سی بعد از اینکه یک بررسی هایی رو ما کردیم سر اینکه به هر حال مصاحبه چجوری انجام شد، آیا واقعا با خود این شخص بود، همه اینا رو که مطمئن شدیم، یکی دو روز بعد از اینکه دست ما رسید و بعد از اینکه اعدام ها انجام شده بود، ما این رو پخش کردیم. نکته دیگه که انتقاد دیگه که شد، میپرسیدن که اگر بی بی سی این مصاحبه رو قبل از اعدام زانیار مرادی پخش میکرد، ممکن بود حکم متوقف بشه یا به تأخیر بیفته. فرشته قاضی که این مصاحبه رو انجام داده یه پاسخی داده که با هم ببینیم. واقعیت اینه که اگر چنین شواهدی وجود داشت و اگر من مطمئن می بودم که چنین اتفاقی می افته، حتما منتشر می کردم، اما چنین شواهدی وجود نداشت. در واقع چیزی در این مصاحبه اضافه تر از اون چیزهایی که قبلا منتشر شده بود وجود نداشت. اونها هر دو در نامه هایی به رئیس قوه قضاییه کاملا این مسائل رو تشریح کرده بودن، شکنجه و تمام اتفاقاتی که افتاده بود، و به همین دلیل هم در یک مقطعی رئیس قوه قضاییه ارجاع داده بود برای رسیدگی بیشتر. نهادهای بین المللی، گروه های حقوق بشری، رسانه، همه در جریان این مسائل بودن و هیچ چیز جدیدی نبود که بتونیم بگیم که انتشارش، ریسک انتشارش میارزید به همه مسائل دیگه و احتیاط ها و تردید های دیگه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که باعث شد من بر وسوسه های سبقت خبری غلبه بکنم، اون مقوله انسانی قضیه بود. اینکه ممکن هست حتی اگر 1% این بچه ها شانس زندگی داشته باشن، انتشار این باعث بشه اون 1% شانس هم از دست بره. بعد از اعدام هم تنها دلیلی که من تصمیم گرفتم منتشر بکنم اطلاع رسانی بود. اینکه دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی بر بخشی از افکار عمومی تونسته بود تأثیر بذاره، از این جهت که این دو نفر رو به عنوان تروریست معرفی بکنه. من فکر میکردم به عنوان یک روزنامه‌نگار وظیفه دارم اطلاع رسانی درست بکنم، حداقل الان به مردم، که این دو نفر در چه شرایطی زندانی شدن، چه اتفاقایی براشون افتاده و چه جوری اعدام شدن. خب انتقاد بعدی این بود که ما این مصاحبه رو قبل از اعدام اینها پخش نکردیم، چرا بعدش بی بی سی تصمیم گرفت که پخش کنه؟ چه دردی از این دو نفر دعوا میشد؟ بله، همونجور که توضیح هم داد خانم فرشته قاضی، مجموعه اطلاعاتی که در این بود و روشن میکرد روال ها و اتفاقهایی رو که در انتهای اون به اعدام اینها منجر شد، روش رسیدگی قضایی، روش اینکه پرونده چطور تکمیل شده، چطور مرحله به مرحله پیش رفته، اعتراض هایی که بهش توجه نشده، انتقاد هایی که وجود داشته، نقد هایی که به این پرونده بوده، اینها از نظر اطلاع رسانی کمک میکرد که به نوعی روشن کنه این وضعیت رو. همونطور که گفتم، ما خب نمیدونستیم یک همچین مصاحبه ای تا پیش از اعدام، ولی خب این رو هم باید بگم که این تصمیم آسونی نیست، همونجور که خانم قاضی هم توضیح داد. اینکه شما میدونی کسی حکمی داره که حکم اعدام بالای سرش هست، تصمیم گرفتن اینکه حالا این مصاحبه رو که داریم پخش بکنه یا نکنه، این رو آزاد بکنه، در اختیار رسانه ها بذاره یا نذاره، این تصمیم آسونی نیست. میشه ساعت ها در مورد اینکه کدوم بیشتر مؤثر می بود، پخش پیش از اون یا پخش بعد از اون، که خب به هر حال بعد از اعدام هست، میشه ساعت ها در مورد اینا بحث کرد. ولی الان که این اتفاق افتاده و روشن شده که اینها به هر حال این حکم در موردشون اجرا شده، شاید استدلال این باشه که شاید پخش این میتونست
حکم رو تغییری بده. اما در اون موقع که هنوز حکم اجرا نشده بود، این سوال همیشه اون وقت باقی میموند، آیا با پخش این باعث شد که این حکم جلو بیفته؟ آیا اگر این پخش نمیشد این مصاحبه ممکن بود جور دیگه ای رفتار بشه؟ اینه که اون تصمیم هم تصمیم آسونی نبوده، ولی پخش بعد از اون برای اطلاع رسانی و روشن کردن افکار عمومی بود. ممنونم امیر عظیمی، رئیس اتاق خبر بی بی سی فارسی.